هلال عید را در کنج ابروی تو میبینم. مبارک باد بر تو عید و بر من دیدن رویت. عید رمضان که یک مناسبت مذهبی و یک سنت پسندیده ماست و هر سال بعد از ختم ماه رمضان مسلمانان این روز را جشن میگیرند، متاسفانه امسال در قرنطینه کرونایی مصادف نموده است که انشالله با قبول طاعات و عبادات مردم مسلمان و سایر ادیان این مشکل حل خواهد شد. مردم ما چه در داخل و چه در بیرون مرز از این روز با در نظر داشته عنعنات پسندیده تجلیل به عمل می آورند و با عزیزان و خویشاوندان مراودت می نمایند و از سفرههایشان رنگین با شیرینی می باشد. کلچه و کیک در سفره عیاد از قدیم الایام معمول است و در خارج کشور که افغانها سالهای قبل مهاجر شده بودند همیشه آرزوی خوراکهای افغانی از جمله میوه‌جات خشک و تازه را داشتند و تهیه و ترتیب آن نیز مشکل بود، زیرا در خارج مصروفیت های کاری اجازه پخت و پز بیشتر را نمیدن. خوشبختانه در ایالت کالیفرنیای امریکا با همت یک خانم مستعد و پرکار و پرتلاش و با احساس افغان این آرزو برآورده شد و باید گفت که زن نقش سترگ در جامعه بشری دارد، چه در داخل و چه در دیار اجرت، و یقیناً که زن یا مادر با یک دست گهواره و با دست دیگر چرخ زندگی را به حرکت می آورد. اگر از تعصب کنار برویم، زن نقش بالاتر از مرد را در جامعه دارد، البته در عرصه های مختلف، و مردها همه زاده و تربیه شده زنها هستند. زن قشر فعال جامعه بشری است که دوش و دوش مردها فعالیت می کند و بخصوص زن افغان که با وجود سنت های مقید جامعه ما توانستند در عرصه های مختلف خدمات قابل ملاحظه ای را انجام دهند. یکی از این خانم های فعال و برازنده، خانم تجارت پیشه مشهور، محبوب و دوست داشتنی در بین افغان های عزیز که در سرتاسر ایالات متحده ای امریکا از شهرت خاص برخوردار هستند و نام بزنسشان یعنی آریانا سویت نام آشنا و بزنس با شهرت بسیار مثبت است. محترمه بلقیس جان زرابی است که با شوهر مرحومش صدیق زرابی یک جا سالهای قبل در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده ای امریکا کار تجارت یا بزنس را شروع کردند و توانستند که در پهلوی تهیه انواع و اقسام شیرنی باب و سایر خوراکها همه ارگانیک یا طبیعی از افغانستان تهیه کرده و در خدمت مشتریان قرار می دادن و می دهند. در پهلوی این بزنس یا تجارت رستوران، خبازی و خوراک فروشی افغان را تأسیس و با عرضه ده ها قلم مواد خوراکه از قبیل کیک، کلچه، رود، بغلاوه، خجور و همچنان میوه‌جات خشک افغانی که همه پیداوار وطن هستند و نیز عبوبات و برنج و سایر نیازمندی‌های افغانان را تأمین نموده و می‌نماید. بانو بلقیس زرابی بعد از وفات شوهر مرحومش محترم صدیق زرابی نیز توانست با همت والایش این بزنس را ادامه و به اوج آن برساند و همه مغازه های افغانی در سرتاسر ایالات متحده امریکا و شمول ایالت ویرجینیای امریکا خوراکه های افغانی را از این مرجع برایشان تأمین می نماید. و باید با صراحت و با افتخار یادآور شد که خانم بلقیس زرابی سالانه غرض کمک به بینوایان و هموطنان مستضعف ما یک مقدار پول از طریق مؤسسه خیریه جناب خالد حسینی با وطنداران ما کمک میکنند که واقعا این سخاوتشان نیست قابل تمجید است. سعی، تلاش و صداقت در کار تجارت بانو بلقیس زرابی مرا واداشت تا نکات چند در مورد شخصیت بانو زرابی و همچنان موفقیتشان در مورد بزنسشان که سالهاست وطنداران ما را در شرق و غرب کمک میکنه تهیه و خدمت شما تقدیم کنم. امیدوار هستم بانو زرابی عزیز با من در تماس شود تا در صورت امکان مصاحبه رو در رو یا حداقل از طریق تلفن یا اسکایپ با ایشان داشته باشم. زن است که تاریخ جهان می سازد، شهکار شگفت جاودان می سازد، با دانش خود رود به سوی افلاک، دنیای دیگر به کاروان می سازد. با امید موفقیت های بیشتر بانو بلقیس زرابی در امور شخصی و رسمی شد. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، ایالت ویرجینیای امریکا. Thank you.
هلال عید را در کنج ابروی تو میبینم. مبارک باد بر تو عید و بر من دیدن رویت. عید رمضان که یک مناسبت مذهبی و یک سنت پسندیده ماست و هر سال بعد از ختم ماه رمضان مسلمانان این روز را جشن میگیرند، متاسفانه امسال در قرنطینه کرونایی مصادف نموده است که انشالله با قبول طاعات و عبادات مردم مسلمان و سایر ادیان این مشکل حل خواهد شد. مردم ما چه در داخل و چه در بیرون مرز از این روز با در نظر داشته عنعنات پسندیده تجلیل به عمل می آورند و با عزیزان و خویشاوندان مراودت می نمایند و سفره هایشان رنگین با شیرینی می باشد. کلچه و کیک در سفره عیاد از قدیم الایام معمول است و در خارج کشور که افغانها سالهای قبل مهاجر شده بودند همیشه آرزوی خوراکه های افغانی از جمله میوه‌جات خشک و تازه را داشتند و تهیه و ترتیب آن نیز مشکل بود، زیرا در خارج مصروفیت های کاری اجازه پخت و پز بیشتر را نمیدند. خوشبختانه در ایالت کالیفرنیای امریکا با همت یک خانم مستعد و پرکار و پرتلاش و با احساس افغان این آرزو برآورده شد و باید گفت که زن نقش سترگ در جامعه بشری دارد، چه در داخل و چه در دیار اجرت، و یقیناً که زن یا مادر با یک دست گهواره و با دست دیگر چرخ زندگی را به حرکت می آورد. اگر از تعصب کنار برویم، زن نقش بالاتر از مرد را در جامعه دارد، البته در عرصه‌های مختلف، و مردها همه زاده و تربیه شده زنها هستند. زن قشر فعال جامعه بشری است که دوش و دوش مردها فعالیت می کند و بخصوص زن افغان که با وجود سنت‌های مقید جامعه ما توانستن در عرصه‌های مختلف خدمات قابل ملاحظه ای را انجام دهند. یکی از این خانم‌های فعال و برازنده، خانم تجارت پیشه مشهور، محبوب و دوست داشتنی در بین افغان‌های عزیز که در سرتاسر ایالات متحده آمریکا از شهرت خاص برخوردار هستند و نام بزنسشان یعنی آریانا سویت نام آشنا و بزنس با شهرت بسیار مثبت است. محترمه بلقیس جان زرابی است که با شوهر مرحومش صدیق زرابی یک جا سالهای قبل در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا
کار تجارت یا بزنس را شروع کردند و توانستند که در پهلوی تهیه انواع و اقسام شیرنی باب و سایر خوراکها همه ارگانیک یا طبیعی از افغانستان تهیه کرده و در خدمت مشتریان قرار می دادن و می دهند. در پهلوی این بزنس یا تجارت رستوران، خبازی و خوراک فروشی افغان را نیز تأسیس و با عرضه ده ها قلم مواد خوراکه از قبیل کیک، کلچه، رود، بغلاوه، خجور و همچنان میوه‌جات خشک افغانی که همه پیداوار وطن هستند و نیز حبوبات و برنج و سایر نیازمندی های افغانان را تأمین نموده و می نماید. بانو بلقیس زرابی بعد از وفات شوهر مرحومش محترم صدیق زرابی نیز توانست با همت والایش این بزنس را ادامه و به اوج آن برساند و همه مغازه های افغانی در سرتاسر ایالات متحده امریکا و شمول ایالت ویرجینیای امریکا خوراکه های افغانی را از این مرجع برایشان تأمین می نماید. و باید با سرعت و با افتخار یادآور شد که خانم بلقیس زرابی سالانه غرض کمک به بینوایان و هموطنان مستضعف ما یک مقدار پول از طریق مؤسسه خیریه جناب خالد حسینی و وطنداران ما کمک میکنند که واقعا این سخاوتشان نیست قابل تمجید است. سعی، تلاش و صداقت در کار تجارت بانو بلقیس زرابی مراوا داشت تا نکات چند در مورد شخصیت بانو زرابی و همچنان موفقیتشان در مورد بزنسشان که سالهاست وطنداران ما را در شرق و غرب کمک میکنند تهیه و خدمت شما تقدیم کنم. امیدوار هستم بانو زرابی عزیز با من در تماس شود تا در صورت امکان مصاحبه رو در رو یا حداقل از طریق تلفن یا اسکایپ با ایشان داشته باشم. زن است که تاریخ جهان می سازد، شهکار شگفت جاودان می سازد، با دانش خود رود به سوی افلاک دنیای دیگر به کاروان می سازد. با امید موفقیت های بیشتر بانو بلقیس زرابی در امور شخصی و رسمی شود. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، ایالت ویرجینیا امریکا. Lola, 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 L
امید آمد آمد در سرزمین خست خوشید آمد آمد شکر خدای آره که رنجید آمد آمد در سرزمین خست خوشید آمد آمد شکر خدای آره که رنجید